بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. با درود و صلوات بر روان پاک ناجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و درود و مهر و محبت نثار وجود یک یک شما عزیزانی که همکنون با نگاه های بسیار مهربان خود بیننده برنامه عصر عریوا از سر تا سر کشور هستین. خیلی خوش آمدین و امیدوار هستم که اول هفته رو به خوبی آغاز کرده باشین و تا این لحظه به خوبی سپری کرده باشین و سپاسگزار خداوند بسیار مهربان هستم که باری دیگر توفیق داد تا در خدمت شما عزیزان از طریق برنامه عصر عریوا باشیم و از شما دعوت میکنم که همچنان امروز تا پایان برنامه با ما همراه باشین. بیننده های عزیز، امروز شنبه هست، با بخش های مختلف و مهمان های مختلف در خدمت شما عزیزان قرار داریم و ما در اولین بخش برنامه میزبان جناب آقای حکمت سرشار عضو نهاد جوانان مسلمان نجم هستیم و پیرامون حفاظت از محیط زیست با ایشان صحبت هایی خواهیم داشت. جناب آقای سرشار سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. زنده باشین. سلام بر شما، سلام بر بیننده های تلویزیونی اصلاح و دستندرکاران تلویزیونی اصلاح. بسیار تشکر. همانطوری که در ابتدا گفتم پیرامون حفظ محیط زیست با شما صحبت خواهیم داشت. چی خوبه که در ابتدا یک تعریفی داشته باشین و نگاه کلی خود در نسبت به محیط زیست بیان بکنیم. چیزی که امروزه فوکس تمام جهانیان بر روی از اونه، هم مانند صلح که ما امروز نیاز داریم، تمام جهانیان امروز کوشش میکنن که ما به یک حفاظه یک محیط زیست سالم برسیم و محیط زیست سالمی داشته باشه. خود محیط زیست اگر ما لغتاً بیاییم او رو در نظر بگیریم، محیط زیست یعنی محیطی که ما در او زندگی میکنیم، محیطی که برای زندجانها زمینه معیشت فراهم میکنه و در کل محیط زیست از دو پدیده فیزیکی و پدیده بیولوژیکی گرفته شده که پدیده فیزیکی از او همان آب و خاک و هوا می باشه که انسان ها زیاد نیاز دارن به او و همچنان پدیده بیولوژیکی آن که شامل حیوانات و نباتات و ما انسان ها را شامل میشه که این دو پدیده یک اکوسیستم را ایجاد میکنه برای زندگی زندجان ها و زیستی با همی را ایجاد میکنه این هر دو پدیده و این میشه که ما بگیم جایی که ما در آنجا زندگی میکنیم و از او آب و غذا و هوا و اکسیژن میگیریم ما میتونیم بگیم محیط زیست. بله جناب آقای سرشار، کدام منابع باعث آلودگی این محیط زندگی و محیط زیست میشه؟ منابع زیادی وجود داره که محیط زیست را آلوده میکنه و ما منابعی که امروزه خود ما شهروندان شهر هرات و افغانستان به مواجه هستند، منابع مثلا مثل شهرک صنعتی ما داریم که از او منابع مانند زغال سنگ و نفت و گاز استفاده میشه، منابعی داریم وسایل نقلیه داریم که در شهر هرات باعث به وجود آمدن دود میشه و حمام ها داریم که از اون زغال سنگ استفاده میکنن و باعث دود در هوا میشه، همچنان منابعی مثل آنتن های مخابراتی داریم که امروزه زیاد فوکس جهانیان بر روی از اینه که امواج الکترومغناطیسی که باعث ایجاد تخلخل در هوا و در زندگی انسان ها میشه و این یکی از عوامل بزرگ آلوده کننده محیط زیست میباشه و همچنان گازات CFC که امروز استفاده میشه مثل گاز میتان، مثل گاز کربون دای اکساید و فلوروکلوروکاربن که باشه که باعث تخریب لایه اوزون میشه، اینها همه منابعی هستند که در محیط زیست آلودگی ایجاد میکنن. جناب آقای سرشار، سهم آلودگی های شهری، زباله هایی که در سطح شهر قرار دارن و زباله های طبی چقدر سهم دارن در آلودگی محیط زیست؟ امروز هر شهر و هر منطقه با همی مشکل محیط زیستی در قسمت زباله ها مواجه هند. اگر این زباله ها درست مدیریت بشه و ما از این ناحیه دیگر آلودگی نخواهیم داشت، مثلا ما در شهر هرات سالانه ما 300 تن زباله را ما تولید میکنیم، یعنی هر فرد سالانه، هر فرد روزانه 1 کیلو تا نیم کیلو تا 1 کیلو زباله را تولید میکنن. خب این زباله ها زباله های منازل رهایشی و زباله هایی که در داخل شفاخانه ها یا زباله های طبی میباشه و زباله های طبی و زباله های شهری خیلی از هم تفاوت زیاد دارن.
زباله های منازل که هست شامل زباله های مثل پلاستیک، فلزباب و زباله های مایع که زباله های تازه مانند زباله های مواد غذایی، زباله های سبزیجات می باشه و زباله های طبی جدا از زباله های که اونا قابل بازیافت نیه، زباله هایی که زیادتر با انتان و امراض ساری آغشته هستن و باعث امراض و آلودگی های خطرناک میشن و این زباله ها باید درست مدیریت بشه. برای مدیریت کردن این زباله ها چی پیشنهاد میکنین جناب آقای سرشار؟ مدیریت کردن زباله ها بسیار کار بسیار ساده و آسانه. اگر ما تنهای وظیفه را به گردن ادارات دولتی، ادارات زیربط اندازیم و خود انسان ها هم سهم داشته باشند، ما میتونیم زباله ها را، زباله های جامد و زباله های تازه را از هم تفکیک و جدا کنیم و ادارات دولتی که موظف هستن اینا را از طرف شب میتونن زباله ها را به جاهایی که مشخص شده انتقال بدن و این زباله ها را تفکیک کنن از هم و قابل بازیافت باشه. مثلا ما از زباله ها میتونیم در قسمت صنعت دوباره پس استفاده کنیم، از زبالات تازه مدانند سبزیجات اینایی که مواد غذایی که استفاده میشه از اینا دوباره پس ما اینا رو میتونیم به کمپوست و کودهای نباتی تبدیل کنیم و از زباله های جامد ما میتونیم دوباره پس اینا رو تبدیل کاغذ بکنیم، فلزات اینا رو پس تبدیل آلومینیوم و فلز آهن بسازیم و اینا رو شاروالی بعد به صورت درست و جای درست انتقال بده، آنهایی که قابل بازیافتن و بازیافت چه به شرکت های تولیدی انتقال داده بشه و آنهایی که مثل زباله های طبی باشه اونا دفن کرده و دور از شهر باشه. جناب آقای سرشار، آیا این آلودگی های محیط زیستی مانند زباله های سطح شهر باعث آلوده شدن آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی هم میشه یا خیر؟ بسیار نکته جالب اشاره کردین. آبهای زباله های شهری، وقتی که ما هرات فکر کنم در 25 کیلومتری شهر هرات محل دفن زباله ها قرار داره و منطقه به نام کوه ملا یاسین میگن، وقتی که این زباله ها در اونجا انتقال داده میشه و قابل بازیافت یعنی تفکیک نمیشه، در موسم بادهای 120 روز هرات و موسم بارندگی هایی که در فصل های زمستان صورت میگیره، این زباله ها با مایاتی که از طریق باران های هوا ایجاد میشه اینا در خاک های زیرزمین نفوذ میکنه و همون مواد سمی، مواد کیمیایی که در وجود داره با آبهای زیرزمینی یکجا میشه و باعث آلوده شدن آبهای زیرزمینی، حتی آبهای سطحی هم میشه زباله ها. و در وقتهای بادهای 120 روزه اینا از توسط باد انتقال میکنه از یک منطقه به منطقه دیگر، باعث بندش کانال ها، باعث بندش سیستم کانالیزاسیون شهری هم میشه که و اینا یک قسمت جمع‌آوری میشه و باعث گندیده شدن از اینا میشه و آلودگی ایجاد میکنن. برای جلوگیری از آلوده نشدن این آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی چه راهکارهایی وجود داره؟ ما میتونیم که در قسمت هر کانالی که ما در داخل شهر وجود داریم ما سیستم تصفیه ایجاد کنیم. بله. و نگذاریم که آبهایی که از داخل کانالهای خانه ها و با پلاستیک ها با آشغال هایی که از خانه ها ایجاد میشه در کانالهای بزرگ مثل ما در قسمت کارت ما کانالی داریم نگذاریم در سیستم چیز حفاظتی نصب کنیم، بزن تصفیه نصب کنیم که و همو زباله های ما در کانال های بزرگ نره و کنترل بشه و همچنین و این پلاستیک ها و مواد سهمی که وجود داره اینا در جای درست دفن بشه و هیچ وقت سر ناباز نباشه که توسط آب باران شسته بشه و آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی ما را خراب کنه. جناب آقای سرشار، آیا از این زباله ها استفاده هم صورت میگیره؟ شاید بعضی وقتا شهروندان ما شنیده باشند با استفاده از زباله ها استفاده مجدد صورت میگیره، میشه در ارتباط هم توضیح ارائه کنید؟ هیچ چیزی در جهان بیکاره نیست، یه چیزی نیه که مثلا ما اردور بندازیم، یک چیز از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه و گفته دانشمندا که میگن همه چیز در طبیعت وجود داره و هیچ چیزی نی از بین میره و نی ایجاد میشه، از یک شکل فقط به شکل دیگر تبدیل میشه. ما در قسمت زباله های شهری هم میتونیم که زباله ها رو تفکیک کنیم، مثلا زباله های فلزی رو ما جدا کنیم، زباله های پلاستیکی جدا کنیم و زباله های کاغذی جدا و زباله های تازه حتی جدا بگذاریم. زباله های کاغذی رو پس ما میتونیم به شرکت های تولیدی کارتن و کاغذسازی انتقال بدیم و دوباره از اونا ما استفاده کنیم که هم انرژی کمتر مصرف میشه و هم آلودگی در شهر کمتر میشه. مثلا وقتی که اگه ما خواسته باشیم یک تن کاغذ رو ما تولید کنیم باید ما 18 درخت بالغ که یعنی درختی که خوب تنومند شده باشه و قطر دبل داشته باشه از بین ببریم تا یک تن کاغذ رو ما تولید کنیم و این از بین بردن درخت ها
باعث تخریب اکوسیستم و فضای سبز هم میشه و ما باید از این جلوگیری کنیم. وقتی که ما کاغذ رو دوباره از زباله ها بازیافت میکنیم و انتقال میدیم به شرکت های تولیدی و این خودی باعث از این میشه که آلودگی هم کمتر بشه و فضای سبز ما هم تامین بمونه. آیا این زباله ها وقتی دوباره به شرکت برگردانده میشه شستشو داده میشه، میشه در ارتباط به نحوه تولید دوباره و مجدد و استفاده دوباره از این زباله ها صحبت بکنیم؟ زباله هایی که از قسمت های زباله دانی های شهر هرات انتقال داده میشه و اکثر شرکت هایی هستن که پشت این کارها کار میکنن و همین زباله ها رو انتقال میدن و قابل بازیافت میکنن و این زباله وقتی که به شرکت های تولیدی انتقال داده میشه، مثلا مثل پلاستیک باب، اینا دوباره شستشو میشه و وقتی که اینا شستشو شد و دستگاه های انتقال داده میشه به دستگاه ها و این دوباره اینا به پس به همون مواد پلاستیکی یا تغییر شکل یافته از اینا تبدیل میشه و از اون استفاده صورت میگیره. نقش شهروندان در حفظ محیط زیست چگونه ارزیابی میکنن؟ چقدر نقش بسزایی دارن در این ارتباط؟ شهروندان در کل، هر شهروند وقتی که از همین طبیعت استفاده میکنه، از همین محیط استفاده میکنه، از همین آب و خاک و هوا استفاده میکنه، خب نقش حتما در دقابل ازی هم داره که نقش از اینا اینه که وقتی که اینا در همون محیط زندگی میکنن، از همون آب و هوا استفاده میکنن، حداقل در وقتی که پلیس های نارشانی میشه، حداقل به تعداد فامیل خود یا به تعداد خود تنها یک فرد یک نهال در سال قصر بکنه که همین باعث ازی میشه که محیط زیست سالم تری داشته باشیم. مثلا در روزی که ما روز 31 جوزا ما روزی داریم که نه استفاده از وسایل نقلیه داریم، باید ما وسایل استفاده نکنیم. و یک روز مثلا ما روزی به 5 جون داریم، روز بین المللی محیط زیست داریم که او روز تمام شهروندا از منابع آلودگی استفاده نمی کنن، اونا رو تعطیل می کنن. و همچنان اینها در خانه های خود نقش از اینا اینه که به فامیل بفهمانن که زباله ها رو وقتی که استفاده می کنن به سرک نندازن، زباله ها رو درست مدیریت کنن و باعث تخریب آلودگی محیط زیست نشن. اینجا جناب آقای سرشار، یک سوال که شاید در ذهن اکثر بیننده های عزیز باشه، قبلا در ارتباط به زباله های سطح شهری مانند پلاستیک ها و کاغذ ها صحبت کردیم. آیا این پلاستیک های رنگی مانند پلاستیک های سیاه و یا هم رنگ های مختلف با استفاده از اینها کدام ضرری به بدن میرسونه یا خیر؟ خود پلاستیک هایی که ما امروز استفاده میکنیم، پلاستیک های من پلاستیک های رنگی که پلاستیک های سیاه باشه و دیگه پلاستیک ها، وقتی که ما مایات داخل از این میندازیم یا مواد غذایی داخل از این میندازیم، اینها یک نوع مواد سرطانزایی در خود داره که همون مواد با انداختن همین مایات از پلاستیک جدا میشه. بله. وقتی که انسان استفاده میکنه باعث امراض جلدی و امراضی که معده هم میشه و باعث سرطانزایی در انسان میشه و ضرر اینا خیلی زیاد میباشه از مفیدیت موادی که ما استفاده میکنیم. پس چه خوبه که کمتر از اینها استفاده بشه. و وضعیت محیط زیستی هرات رو چگونه ارزیابی میکنید؟ وضعیت محیط زیستی هرات نسبت به سالهای گذشته خرابتر شده، چون ما میبینیم که هر روزه از گازهای گلخانه‌ای بیشتر استفاده میشه، مثل گازات CFC و گازات کربن و گازات میتان بیشتر استفاده میکنن و این باعث از این میشه که لایه اوزون نازکتر بشه و ما شاهد گرمی‌های زیادتر و بیشتر نسبت به سالهای گذشته هستیم. ما تا این حد گرمی‌های در هرات نداشتیم و اینا همه تاثیرات نازک شدن لایه اوزون میشه که از همین گازها استفاده میکنیم. و همچنین در قسمت زباله‌ها مدیریت کمتر صورت میگیره و بعد خانواده‌ها و ادارات زیرآب توجه بیشتر به قسمت زبالات بکنن و همچنین در قسمت آنتن های مخابراتی توجه بیشتر بشه که آنتن ها در جاهایی باشه که مناطق مسکونی نباشه و دورتر از مناطق مسکونی قرار داشته باشه و هم فاضلاب های حموم ها و منازل رایشی هم کنترل صورت بگیره و در قسمت فاضلاب ها باید از چاهای سپتیک استفاده بشه، نه چاهای جذبی، چون چاهای جذبی تمام همون موادی که استفاده میکنیم جذب زمین میشه و آبهای زیرزمینی رو تخریب میکنه و چاهای سپتیک خوبی که داره و او مواد در داخل از او باقی میمونه تا وقتی که ما اون مواد از یک جا به جای دیگر انتقال بدیم. بسیار تشکر. به عنوان آخرین پرسش، پیام شما رو بسیار کوتاه برای بیننده های عزیز میشنم. ما پیام خاصی ندارم، ولی ای همه هموطنان عزیز خود میگم که از همین محیط وقتی که استفاده میکنین بگذارین دیگران هم استفاده کنن، گرچند که کسان قبل از ما وجود داشتن که از این محیط استفاده میکردن و بعد ما آمدیم و این محیط محیطیه که به دیگران قرار استفاده بکنن و این طبیعت و این آب و هوا همچون باقی نمیمانه، باید ما حفاظت زیادتری بکنیم و حفاظت درستی از اینا بکنیم و مدیریت درست بکنیم تا نسل های آینده دوچار با آب نوشیدنی و
فضای سبز نشوند. بسیار تشکر از حضور شما جناب آقای حکمت سرشار عضو نهاد جوانان و مسلمان نجم از اینکه در این بخش برنامه با ما بودیم. تشکر، سلامت باشید. ممنون و سپاسگزار شما عزیزان هستیم از اینکه بیننده این بخش برنامه بودین. بعد از یک میان برنامه در بخش بعدی برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.